سلام امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه مجگان هستم به کانال من خیلی خوش اومدین من دارم یه دونه پولیور می که این پولیور حالت شل داره و کمی هم گشاد هست و همه بافتش ساده بافی هست یعنی تمام دانه هاش به زیر بافته میشه. کاموای که استفاده میکنم این کاموای که از 30 درصد پشم مهر تشکیل شده 20 درصد پلی و 50 درصد پلی آکریل 50 گرمه حدوداً 350 متر از نخ یکلا استفاده نکردم و به این صورت اومدم نخ رو دولایه کردم و از نخ دولایه استفاده میکنم برای دولایه کردن نخ ها وقتی که از یک کلاف استفاده میکنید میتونید یه طرف نخ رو از داخل کلاف در بیارید یه طرف دیگه اش خب از دور کلاف در میاد و به راحتی میتونید به این صورت کامواتون رو دولایه بکنید برای این مدل پلیورها و وقتی از کانوای مهر استفاده میکنیم بهتره که از شماره میل های بزرگتر استفاده کنیم من اینجا از 4.5 استفاده کردم و بافتمون هرچه حالت های سوراخ سوراخ داخلش باشه و شلتر بافته بشه خیلی قشنگتر این کرکا و پرزا خودشون رو نشون میدن ببینید اینجا من کاملا بافتم حالت سوراخ سوراخ داره و انطوری شل بافته شده خیلی منظم و مرد. مرتبم نیست این قسمت از چهار تا خط تقسیم استفاده کردم یک دانه برای قسمت خط تقسیم ها در نظر گرفتم و از کنار خط تقسیم ها اومدم دانه اضافه کردم قسمت یقم اومدم به صورت حالت های رفت و برگشتی یک مقدار بافتم که قسمت جلو یقه یه حالت هلالی پیدا بکنه و قسمت پشت بیشتر از جلو بافته بشه یعنی نقطه های برگشت اومدم اینجاها گذاشتم و به صورت رفت و برگشتی یک مقدار با بافتم. که قسمت پشتم از قسمت جلو بلندتر بشه چند سانت و وقتی که پوشیده میشه قسمت جلو بیاد به سمت پایین و یقمون حالت هلالی داشته باشه که آموزش کاملش رو حتما میذارم اینجا یه مقدار براتون میبافم ببینید تمام دانه ها به زیر بافته میشن و حالت گرد بافی داریم چقدر راحت بافته میشه نیازی نیست که خیلی فشار بدیم و اینکه سفت ببافیم خیلی حالت شلی باید ببافیم که این بافتمون قشنگ تر بشه چون پشم موهر داره خیلی بافت این نوکانواها راحته و خیلی هم لذت بخشه اضافه کردن دانه هم به این سمت و اون سمت خط تقسیم ها یا همون خط های رگلان هم الان بهتون کوتاه نشون میدم که چطوری به این سمت و اون سمت این دانه ای که برای خط رگلان در نظر گرفتم اضافه کردم ببینید من اینجا الان چهار تا خط تقسیم دارم اینطوری اومدم علامت گذاری کردم و یک دانه در نظر گرفتم این سمت دو تا دیگه هست که در کل میشه چهار تا خط تقسیم. ببینید این دانه خط تقسیمم هست، خط رگلان هست و به این سمت و اون سمتش یک رج در میون دانه اضافه میکنم. خط رگلانم اینه، دو تا دانه قبلش به زیر هست، به زیر بافته میشه. وقتی که به خط تقسیم رسیدم، این سمت خط تقسیم الان میخوام دانه اضافه بکنم و میخوام به این سمت دانه اضافه کنم. ببینید نخم که داره از کلاف میاد رو به این صورت میپیچم. بشونم نخی که داره از کلاف میاد اینطوری روی این نخی که به کارم وصله میفته به این صورت یک دانه اضافه میکنم میندازم داخل میل یک دانه قبل از دانه خط تقسیم به این سمت اضافه کردم دانه خط تقسیم به زیر هست به زیر بافته میشه این سمت خط تقسیم هم میخوایم دانه اضافه کنیم و به این سمت میخوایم اضافه کنیم بعد از خط تقسیم به این صورت دانه اضافه میشه نخمون رو به این صورت میپیچونیم ببینید نخی که داره از کلاف میاد زیر این نخی که به کار وصله قرار میگیره و به این صورت داخل میل و یک دانه اضافه میشه بعد دانه ها همونطوری که هستن بافته میشن به زیر هستن و به زیر بافته میشن تا به خط رگلان بعدی برسیم به خط رگلان بعدی رسیدم و به این سمت اون سمتش میخوام دانه اضافه بکنم به این سمت میخوام اضافه کنم قبل از دانه رگلان نخ رو به این صورت میپیچونم نخی که داره از کلاف میاد روی این نخ قرار میگیره و به این صورت یه دونه دانه اضافه میکنم این دانه به زیر بافته میشه دانه خط تقسیم هست به بعدش هم میخوام دانه اضافه کنم و به این سمت میخوام دانه اضافه کنم ببینید نخ رو به این صورت میپیچونم نخی که داره از کلاف میاد پشت این نخ قرار میگیره و به این صورت میندازم داخل میل بعد دانه های بعدی به زیر هستن و به زیر بافته میشن تا به خط تقسیم بعدی برسیم پس یک رج به این صورت به این طرف و اون طرف خط های رگلان دانه اضافه میشه یک رج دانه اضافه کردم الان رج دوم هست بعد از اینکه دانه اضافه کردم این دانه ها به زیر هستن به زیر بافته میشن و به اون دانه ای رسیدیم که قبل از خط تقسیم اضافه کردیم این دانه به زیر بافته میشه به این صورت بعد دانه خط تقسیم به زیر بافته میشه و این دانه هم که بعد از دانه خط تقسیم اضافه کرده بودیم اینم به این صورت به زیر بافته میشه و دانه های بعدی که همه به زیر هستند به زیر بافته میشن تا به خط تقسیم بعدی برسیم یعنی در واقع تو این رش تمام دانه ها به زیر بافته میشه پس این دوتا رش همینطوری پشت سر هم تکرار میشه یک رش به این سمت و اون سمت خطای رگلان دانه اضافه میکنیم و یک رش تمام دانه ها رو همونطوری که هستن به زیر هستن و به زیر بافته میشه همینطوری دانه ها اضافه میشه تا به اون اندازه ای که برای دور سینه و دور حلقه آسین میخوایم برسیم اینم از یک سری توضیحات در مورد این پلیوری که دارم میبافم و حتما آموزش کاملش رو داخل کانال میذارم منتظر مستر کلاسش حتما باشید امیدوارم که توضیحات به دردتون خورده باشه و خوشحالم که با شما به اشتراک میذارم چیزایی که میبافم و توی مراحل مختلفش ممنونم از اینکه مرا تماشا میکنید و اگر ویدیوها رو دوست دارید خوشحالم میکنید با عضویت در کانال من رو حمایت کنید از بافتنی لذت ببرین و تا ویدیوی بعدی خدافز